که این جنبش جنبش ایدئولوژیکی نیست که احتیاج به رهبر سیاسی داشته باشه. این جنبش جنبش ملت ایران هست که این ملت این حکومت رو نمیخواد و میخواد یک رفراندوم به راه بندازه. برای اینکه این حکومت قاصب هست و جلوگیری میکنه از این حرکت، تنها راهش اعتصابات سراسریه، تنها راهش همبستگیه، تنها راهش اتحاد، تنها راهش همدلیه، تنها راهش شریک بودن در غم دیگران که در آینده شریک شادی های هم دیگه باشی. ولی امروز خانواده هایی که فرزند از دست دادن رو تنها نگذارید، نگذارید که این جنایتکاران و مزدوران بچه های این خانواده ها رو گل ها رو زمین پرپر کردن بیان به جو... که هر زمان بخوان در منطقه آشوب به وجود بیارن و یا به قول خودشون بر اصل 11 قانون اساسی انقلاب خودشون رو گسترش بدن یا صدور انقلاب. پس در اینجا میخوام شما رو به این نتیجه برسونم، یا به صورت مشخص که هر زمانی این حاکمیت در کشور توسط ملت ایران به خطر افتاد، یا بلافاصله سفرهاشون آغاز شد به روسیه، به انگلستان، به سایر کشورها، و یا دیدارهایی داشتن به خصوص با نمایندگان حزب دموکرات آمریکا در خاورمیانه و یا کشورهای همجوار، نشستی با افرادی که میتونن اطلاعات کافی برای عبور از بحران در اختیار حکومت اسلامی قرار بدن. باز به صورت مشخص‌تر، انتخاب نوع نظام آینده متعلق به مردم ایران هست که ما اصلا بحثی بر سر شک نداریم. هدف سرنگونی حکومت اسلامیه، رسیدن به آزادیه. هدف اینه که ملت ایران برای اولین بار بعد از تمام این سالها حق انتخاب داشته باشن در زندگیشون. انتخاب رو از مردم گرفتن، به جای مردم انتخاب کردن، به جای مردم تصمیم گرفتن. ما به دنبال این هستیم که در فردای پس از آزادی همه ملت ایران بتونن به اون چیزی که فکر میکنن، به دینی که اعتقاد دارن، به نوع نظامی که اعتقاد دارن، به نوع قانون اساسی که میاندیشن، برن پای صندوق رأی و رأیشون رو بدن. امروز فقط همبستگی درد مشترک کشوری ثروتمند داریم، مردمی فقیر نگه داشته شده. مشکل ما مدیریت کشور، مدیریت هم در عوض شدن قانون اساسی در آینده این نچندان دور حل خواهد شد.